اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. امن هو قانت آناء اللیل ساجدا و قائما یحذر الآخرة و یرجو رحمة ربه. درباره آیه شریفه الرحمن الرحیم صحبت میکردیم. یکی از اسباب رحمت خاص خداوند متعال در آیه نهم سوره زمر ذکر شده و اون عبادت و مناجات شبانه با خداوند متعال هست. ماه شعبان است، ماه پیامبر گرامی اسلام. در صلوات شعبانیه میخوانیم که دعب و روش پیغمبر گرامی اسلام قیام و سیام در روز و شب ماه شعبان بود. کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یدعب فی سیامه و قیامه فی لیالیه و ایامه. درباره کسانی که شبها به عبادت برمیخیزند، رحمت خاص خداوند شامل حال اونهاست. روایات فراوانی است. سه تا نکته عرض میکنم. نکته اول، استجابت دعای اونهاست. امام رضا علیه السلام فرمود در نیمه دوم شب ساعتی است که اگر کسی در اون ساعت به محضر خداوند متعال خواسته ای را عرضه بدارد، حتما مستجاب می شود. روایت در اصول کافی فرمود در یک ششم آغازین نیمه دوم شب، یعنی اگر شب رو دو بخش کنیم، بخش دوم شب رو به شش بخش تقسیم بکنیم، قسمت اولش فرمود ساعتی است که خدا حاجت حاجتمند را رد نمی کند. روایت در اصول کافی هست. دیگر از برکات و الطاف خداوند بر کسانی که عبادت شبانه دارن این است که به برکت اونها خداوند عذاب را از یک منطقه برطرف می کند. در روایت نورانی از امیر المؤمنین سلام الله علیه می خونیم، فرمود ان الله تبارک و تعالی اذا اراد ان یصیب اهل الارض بعذاب، وقتی خداوند بخواهد اهل منطقه‌ای را عذاب کند، می‌فرماید اگر نبودند کسانی که یأمرون مساجدی و یستغفرون بالاسحار، سحرها استغفار می‌کنند، لولا هم لانزلت عذابی، اگر آنها نبودند عذاب را نازل می‌کردم. و نکته سوم فرمود نماز شب مایه عاقبت به خیری است و اگر کسی عاقبت او با نماز شب به خیر شود، بهشت قطعا از آن اوست. پیامبر اکرم در وصایای خودشون به ابی ذر غفاری فرمودند احفظ وصیت نبیک، فرمود من ختم له بقیام اللیل ثم مات دخل الجنه، اگر کسی با نماز شب عاقبت به خیر شود و بمیرد، حتما بهشت از آن او خواهد بود. پروردگارا به حق سید الشهدا علیه السلام که در آستانه میلاد با سعادتش هستیم، ولی نعمتمون امام زمان که این ماه متعلق به اون حضرت است، همه ما را از موالیان اون حضرت قرار بده. جهت استجابت این دعا و هدیه نثار قلب مقدس سید الشهدا علیه السلام اجماعا صلواتی خط بفرمایید.